خب ایشونی که ملاحظه فرمایی یه توده مادرزادی داشتن، درسته یه توده مادرزادی داشتن که دو بارم جوابی شده و اگه تشریف بیاری این توده بزرگی هستش که اینجا هست، حالا ما میخوام اینو برداریم. این یه قسمت از ابرو رو، توده اگر داخل به اصطلاح ابرو یا سر باشه این عین بادکنک بزرگ میشه، فواصل اون فولیکول های ما هم زیاد میشه. بیاین حالا تو ایشون نشون بدیم. ببینید ما سه جهت تو ابرو داریم، ابرو قسمت اول ورتیکال عمودی، بعد به این شکل میشه، بعد به این شکل. تو اینجا این قسمت عمودی ملاحظه فهم این حدود 1 سانت باشه، این قسمت الان 3 سانت شده. خب بعد ما اندازه گیری که کردیم با خطکش که حالا طول ابرو ایشون از اینجا از تیپ ابرو بگیریم تا تیله حدودا 6 سانت ابرو داشته باشه، اینجا خب 3 سانت زیاد شده. ما این قسمت حالا برداریم، این قسمت بازم هنوز قسمت عمودیش باقی مونه، یعنی این قسمت عمودی بازم داریم ما، یعنی تا اینجا به جایی که 1 سانت باشه نزدیک بله 3 سانت و نیم 4 سانت فقط قسمت عمودی ابرو داریم. بعد میرسه حالا ما این قسمت رو ور میداریم و این قسمت هم باید باریک کنیم، قسمت تیپ ابرو به ملازم فرمیم باریکه. حالا این قسمت که ورداشته میشه این پوست غیر طبیعی بافته ورداشته، اینجا رو هم باید باریک کنیم ابرو رو که قسمت عمودی زیب بالای 1 سانت نباشه، این پهنایش معمولا کمه و وقتی که میکشیم خلاص الان تازه میبینی که این هم خودش 6 سانت میشه، این هم بازم کشته میشه. ببینیم از اینجا تیل تا تیپ به سلا تیپش، تیل تا تیپش همون 6 سانت میشه. خب اینجا ما میدیم طراحی که باید این قسمت هایی که هست باید بعد اینجا باید پهنهای ابرو میدوزن 1.5 سانت اینجا حد اکثرش تیپ ابرو، اینجا بازم با همین کار رو میکنیم، این طولی که ما گرفتیم حدود 6 سانت از اینجا تا اینجا صاف کنیم 6 سانت باقی مونه، این برام 6 سانت بود. بعد این پهنا باری کنم قسمت عمودی 1 سانته که این موهای ابرو 1 سانتی میمونه. خب این هم که جهت شبز میشه، این قسمت خیلی پهن رو برمیداریم، این مسلس هم برمیداریم، قسمت هایی که میدیم خیلی پهن شده این هم کامل تودم برداشتیم. خب اینجا هم ملاحظه فهمه که ما این قسمت های چیز توده کلش رو اینجا ها بود برداشتیم، بعد اینجا هم اومدیم تیپلاستی کردیم، استایلی کلت کردیم، اینجا تیپلاستی کردیم، کل این توده رو برداشتیم. آنه این بودار ادم داره. خلاصه هم که برام رفشه کامل باید سیده از بینشه.